برق امید در چشمان آبی نگین آذربایجان. این روزها خبرهای نسبتاً خوبی داره از شمال غرب کشور میاد. به نظر میرسه اگر مسئولین با یه همت جانانه دست به دست هم بدن، احتمال بهبود دریاچه ارومیه هستش. آقای نوروزی، دولت هم یکی از اولویت‌های اصلیش رو احیای همین دریاچه قرار داده. بله، همینطور از همون اول. سلام به شما. رئیس جمهور از همون آغاز دولت 11 وزارت نیرو رو مأمور کرد تا با همکاری دستگاه‌های دیگه از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست در اولین فرصت راهکارهای نجات این دریاچه از بحران خشک شدن رو پیدا کنه. وزارت نیرو هم این کار رو کرد. آقای رمضانی، حالا 19 تا راهکار فوری و تقریبا اجرایی با بودجه مناسب موجوده و حتی خبر میرسه که قراره یه هیئت ژاپنی هم به کمک وزارت نیرو بیاد. گزارش همکارم خانم هنرور. پس از سالها، امسال دوباره بستر فیروزه دریاچه ارومیه میزبان بالهای سرخ رنگ فلامینگوها شده. در کنار دریاچه، تالاب‌های اقماری هم برای پذیرایی از پرندگان مهاجر آماده شدند. تالاب‌هایی که احیای اونها میتونه کمک بزرگی باشه برای حیات مجدد دومین دریاچه شور جهان. محلی که وایستادیم یک دایچی هست. در سالهای گذشته چه اتفاق میفتاد؟ بسیار از پرندگان نمکگیر میشدن، خصوصا فلامینگوها. ما این دایچو حتی در طول 4 کیلومتر به خاطر این زدیم که آبیش در پایاب زیچش سطح حسنلو داره هستش، اینو ما اینجا به عنوان آب شیرین جمع بکنیم. برای دیدن دریاچه از نزدیک راهی شدیم، چند کیلومتری رو با ماشین جلو آمدیم، اما ادامه مسیر رو با این خودروهای چهارچرخ دستساز خود محیطبانای عزیز که اون رو به خاطر شرایط محیطی اینجا ساختن، با این وسیله ادامه دریاچه رو بریم، البته تا جایی که باطلاق به ما اجازه بده. دریاچه حالا کمی بیمار شد و از عمقش کاسته شده. خوش سالیایی که در طی 30 سال گذشته اتفاق افتاد، سدسازی‌ها، توسعه زمین‌های کشاورزی، بعد بحث‌های صنعت منجر به کاهش ورودی‌ها به دریاچه ارومیه شده. به طوری که ما در بعضی از سال‌ها تونستیم 1/5 آب مورد نیاز به دریاچه ارومیه برسانیم. این در حالیه که برای بهبود وضعیت دریاچه راهکارهای زیادی تدوین شده که باید هر چه زودتر اجرایی بشه. پروژه‌هایی که پیشنهاد شده مربوط میشه به شاهرج حیاتی دریاچه ارومیه که عمدتاً روان آب‌ها هستند، از طریق صرفه‌جویی در مصرف آب، تغییر الگوی چشم و همچنین اصلاح سیستم‌های آبیاری. امیدواریم با تخصیص اعتباراتی که قولش داده شده این پروژه‌ها پیگیری بشه. آقای عباس نژاد میگه کاهش ورودی آب دریاچه باعث رسوب نمک شده. در زمان نرمال و پر آبیش از 180 تا 220 گرم در لیتر نمک داره. الان که بالاخره تبخیر زیاد شده و ورودی آب هم کمتر شده، نمک کریستالیزه میشه. گرچه دریاچه با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، اما ماندنیه. این رو میشه از احیای تالاب‌های اطرافش فهمید. اگر تمامی مسئولان استانی و کشوری دست به دست هم بدن، این امید هست که این شورزار هم روزی احیا بشه و شاهد درخشش دوباره این نگین فیروزه‌ای کشور باشیم.